به نام خدا و سلام بر شما در این برنامه. خوشبینی امارت اسلامی به بهبود روابط کابل و واشنگتن. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر میگوید دونالد ترامپ فرد عملگراست و انتظار می‌رود در حل چالش‌های کنونی نیز واقع بین باشد. او همچنان از آمادگی امارت اسلامی برای بهبود روابط با جهان و شمول آمریکا سخن می‌زند. اما چه رویکرد جدیدی از سوی واشنگتن در انتظار کابل است؟ آیا فصل تازه از روابط میان دو کشور به تحقق خوشبینی‌های امارت اسلامی منجر خواهد شد؟ اینجا در فراخبر. من شمس امانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان سید ذکرالله هاشمی آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو و آقای سمی یوسفزای آگاه مسائل سیاسی و خبرنگار آزاد از طریق اسکایپ وصل هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. و بس اگر اجازه بدین از آقای یوسفزای شروع بکنیم. آقای یوسفزای سلام بر شما. با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌بینیم که مسئولان در امارات اسلامی امیدوار به بهبود روابط کابل و واشنگتن است. شما چه فکر می‌کنین؟ چه سیاست سوی واشنگتن در انتظار کابل است؟ تشکر، سلام به شما و هاشمی صاحب. هنوز تمام انتظارها در حد حدس و در حد گمانزنی ها هستند. از یک طرف طالبا باور میکند که شاید امرای برآمدن با قدرت آمدن ترامپ و امرای امریکایان روابطشان بهتر شود. از طرف دیگر مخالفین طالبان یا جمهوریتی های حکومت سابقه اونا به این باور هستند که با آمدن ترامپ یا با گماشتن بعض از افرادی در کابینه و امنیت ملی شاید واشنگتن یک پالیسی سختری را علیه طالبان وارد کند. لیکن ما فکر میکنیم که شاید در پالیسی های جمهوری بایدن که در حال حاضر هستند در مورد افغانستان در وقت در چند ماه آینده که ترامپ رئیس جمهور می شود شاید تغییرات جدی به وجود نبیارد. تا وقتی که یک کدام واقعه رخ داده نشود یا یک چیز دیگر رو نمانه شود، ما فکر میکنیم ترامپ در مورد مسائل حقوق بشر و موضوع اقلیم و در این موضوع جدی نیستن. آقا یوسف زای خوب ممکن است همونطور که شما میگین موافقان امارت اسلامی باورش ای است که ممکن است ترامپ یک سیاست خوب را علیه کابل اتخاذ بکنه و همونطور که آقای شاهین هم در این گفتگو گفته که آقای ترامپ با توجه به توافقنامه دوحه گفته که دونالد ترامپ یک فرد عملگراست و ممکن است که در حل چالش های کنونی هم نیز واقع بین باشه، به می خاطر امیدوار است برای بهبود روابط کابل. اما مخالفان باورش است که ممکن است سیاست های سخت گیرانه ای را علیه امارت اسلامی اتخاذ بکنه، ولی سه گزینه بر حال وجود داشته تا اینجا: ادامه سیاست فعلی امریکا، ایجاد یا وضع قوانین و بر حال سیاست سختگیرانه علیه امارت اسلامی، یا هم بر حال بهبود روابط و به رسمیت شناسی امارت اسلامی. کدام یک از اینها فکر میکنین متصور است با توجه به شناختی که از ترامپ دارین شما؟ ما فکر میکنیم که در حال حاضر مسائلی که طالبان را دچار مشکلات جدی امرای جامعه بین‌المللی کرده، اونا یک مسائل حقوق بشر هستند و حقوقی هستند، تعلیم زنان هستند، تا یک حد شاید با اندازه که یک صدای یک ارگان های یعنی سیول سوسایتی یا جامعه مدنی که هر روز صدا بلند می شود که زنان افغانستان باید اجازه درس و تدریس داشته باشد، حقوق بشر بیشتر شود. از اینکه بیشتر ما فکر نمی کنیم که امریکای هم در حال حاضر فشار وارد کند، و ما فکر می کنیم که همین پالیسی که در حال حاضر است یه دوام خواهد یافت، و ما این فکر نمی کنیم که ترامپ علیه طالبان مهربان شود یا حکومتشان به رسمیت بشناسد. رسمیت شناختنی طالبان منحصر به پالیسی های طالبان است، و متاسفانه طالبان در 30 سال گذشته پالیسی هایشان به اون حد نرسیده که حتی از امریکا رهبان، کشورهایی که نزدیک و صمیمی روابط امرای طالبان دارد، چین و روسیه و پاکستان و ایران، اونا هم نشناختند. این همه منحصر به این هستن که طالبان در آینده در مورد حقوق بشر که یک مسئله جدی و نگران کننده برای غرب هستن چی موضوع میگیرد. لیکن در حال حاضر ترامپ و بایدن ما فکر نمی کنیم که کدام یک پالیسی جدید و با وجود بیارد. اما اگر کدام واقعی امنیتی
در خارج رخ میدهد و ربطشان با افغانستان میشود. در اون صورت شاید ترامپ جدی باشد. خیلی تشکر، سپاسگزار شما آقای هاشمی. آقای دونالد ترامپ فرد آزمون شده برای افغانستان است، آزموده شده است. او در زمان او گفتگوهای صلح در دوحه میان امارات اسلامی و آمریکا آغاز شد و نتیجه هم داد. به حال توافقنامه صلح امضا شد. شما فکر میکنین که آیا ترامپ اگر منافعش در افغانستان تامین باشه، به حال از آدرس افغانستان برش مشکل ایجاد نکنه، به دنبال ایجاد سیاست های سختگیرانه علیه کابل خواهد بود؟ الحمد لله وحده و صلات و سلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، امانی صاحب، برای شما و برای سیوسای صاحب و برای بینندگان تان سلام ها خود را تقدیم می دارم. ما اگر بخوایم که سیاست های امریکا را بفهمیم، باید ما بعضی چیزها را نقاط در نظر بگیریم. یکی مسائل انتخاباتی امریکا است که ما تقریبا یک هفته میشه که از مسائل انتخابات امریکا خارج شدیم و در مسائل کمپین انتخاباتی خود بایدن هم بعضی چیزهای گفتن، چی هم گفتن، ترامپ هم گفتن. در این شک نیست که ترامپ در مسائل انتخاباتی وقتی که در کمپین خود صحبت میکرد دائما میگفت که فرست امریکن از فرست یا امریکا اولا. یعنی اونا کوشش میکنن که جنگایی که برپا کردن خود امریکا برپا کرده. این جنگا را امریکا برپا کرده. جنگ اوکراین هم روی روسیه ای را امریکا کرده، هم روی ناتو. جنگی که در فلسطین سر غزه که ظلم و ستم امریکا و ناتو و جر روان است و اینا خودشان اسلحه و امرای اسرائیل کمک میکنن، در اقتصاد امرایشان کمک میکنن، در میدان سیاست امرایشان کمک میکنن، ایر امریکا شروع کرده. صحیح است در میدان جنگ اسرائیل میکنه خو، اما اگر شما حقیقت ببینین کلگی عسکرای کلگی ناتو اوج جنگ میکنه. یعنی 43 دولت مثل که در افغانستان 20 سال جنگ میکرد، حالا در فلسطین جنگ میکنه. لحاظ امریکا برای کمپینی خود را که باید تطبیق بکنه، خودشان وعده کرده. حتی در موضوع چه موضوع اوکراین ای گفته شده، ترامپ گپا را زده که من این جنگ توقف میدم، موضوع غزه را من این جنگ توقف میدم. سببش چی است؟ سببش این است که امریکا اندرونی مشکلات زیاد داره، مشکلات اقتصادی داره، مشکلات بیکاری داره، مشکلاتی داره که باید امریکا بر ازو توجه زیاد بکنه. لذا در این جانب اگر ما سعی بکنیم، یعنی امریکا ترامپ شاید امرای بایدن در بعضی مسائل فرق بکنه، اما ای که پالیسیشان تقدر تغییر میکنه، ای به نظر ما ای موضوع پالیسی میکرای امریکا است یا پالیسی سازای امریکا است، نه کار ترامپ. یعنی رؤسای جمهوری امریکا یا حتی حزب جمهوری و حزب دموکرات امریکا یک زیاد کم فاصله تصمیم گیری دارن، شاید 10% یا مثلا 20% داشته باشه، اما 85-90% تصمیم را همو دیپ حکومت یا حکومت عمیق امریکا میگیره که در او پالیسی میکرهای امریکا است، در او مردمی است که در او جا کنترل دارن. در این شک نیست که در بعضی مسائل تصمیم میگیرن. حالا آمدیم اینجا امارت اسلامی افغانستان از اونا چه توقع داره؟ اولا از ناحیه اخلاقی امریکا باید امرای افغانستان کمک بکنه، چرا که اینجا 20 سال جنایت جنگی را مرتکب شده، خودشان دعوای حقوق بشر میکنه، باید که برای حقوق بشر که اونا دعوا میکنن یا با حقوق بشر که اونا بر مردم ارائه میکنن، باید در مقابلش جنگ 20 ساله که اینجا جنگ و ستم ظلمی که امریکا شروع کرده بود، باید در مقابل ازو در امرای افغانستان روابط حسنه داشته باشه، باید امرای مردم افغانستان کمک بکنه. اگر نه جنایت جنگی خودشان هر روز اعلان میکنه، پس اونا باید برای افغانستان انتظارهایی است که وجود داره، ولی در عمل شما فکر میکنید؟ حالا در عمل برات میگم، من در این عقیده هستم شاید این امکان هم داشته باشه که امارت اسلامی افغانستان هم شاید به این توقع نباشه که امریکا روابط خود را حسنه بکنه، لکن چون که ایج امریکا حملات ترامپ کرده، مثلا گفته که مثلا بگرام جای ما است و فلان میکنیم، دستمان میکنیم، برای مردم برای دیگر دولت ها بهانه هجویی میکنه، کوشش میکنه که در جلو مردم افغانستان، در جلو امارت اسلامی افغانستان سنگ پردازی کنه در مقابل دیگه دولت ها و دیگه دولت ها را به این وادار بکنه که نه، باید روابط حسنه نشوه. اینجا امارت اسلامی افغانستان است که برای کلگی خاطر نشان ساخته، برای کلگی در 3 سال ثابت ساخته که ما امرای جمعی دولت های دنیا میخواییم که یک روابط حسنه، اقتصاد محور، در چوکات سیاست محترمانه متبادل ما باید عمل بکنیم، حتی امریکا. یعنی بعضی موضوع که در نظر بگیریم که امریکا ایجا مرتکب جنایت جنگی شده، امریکا ایجا ظلم و ستمی که در 20 سال کرده الان هم دوام میده، تغییر نمیآید در روی کرده امریکا. با توجه به اینکه باور شما ای است که رئیس جمهور در امریکا صلاحیت های زیادی نداره که تغییر بنیادی در روی کردش با کشورها اتخاذ کنه، به نظر من اگر ایجا پالیسی میکرها را از گپ است، ایجا مشکلات امریکا اگر ما از درون مطالعه بکنیم، مسائل اقتصاد امریکا زیاد فراگیر است، زیاد مشکلاتی اونا دارن،
امرای مهاجرین دارن، امرای اقتصاد خود دارن، امرای پولهای یا قرضایی که وزارت خزانه یا بانک فدرال امریکا داره، دو مشکلات اونا وجود دارن. در این شک نیست که امریکا میخواد که به اصطلاح از اونا یعنی صفر مشکلات را ایجاد کنه. یعنی میگن درد سرهای کلان داره، ممکن است افغانستان اصلا مورد توجه نباشه. نه او تو نیست. یا هم نوبتش نرسه. نه نه او تو نیست. به نظر من برای امریکای زیاد مهم است که افغانستان مستقر باشه. در افغانستان شرق و غرب ایجا مثلا سیاست‌های رقیبانه که در طی 45 سال اخیر در افغانستان سیاست آمریکا می باشه، ترامپ فکر نمی‌کنه عملی کنه باز. نه خب من میگم برات، نه اینجا 45 سال سیاست‌های رقیبانه بین شرق و غرب شده. مثلا اول شرق آمد افغانستان استعمار کرد، وقتی که اینجا اونا شکست خوردن، این دفعه غرب آمد که ما میگیریم. اینجا این دفعه غرب امرای کلگی دولت‌های خود، امرای کلگی امکانات خود، تکنولوژی خود اینجا شکست خورد. لحاظ آمریکا به نظر من به این انتظار است که افغانستان باید غیر منسلک باشه، باید امرای شرق و غرب متساوی چی داشته باشه، روابط داشته باشه. لذا امارت اسلامی افغانستان هم به این سیاست خود زیاد کامیاب هستن که اینا بار بار میگه که ما میخوایم امرای جمعی کشورهای دنیا به ما فیهم امریکا یک سیاست متوازن متقابل داشته باشیم که بتونیم اقتصاد افغانستان را ما مثلا چه بکنیم انکشاف بدیم، در عین وقت در افغانستان که در طی 40 سال جنگ شده اینا را از بین ببریم. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقای یوسفزای، باور شما همی است که رئیس جمهور در امریکا صلاحیت های زیاد بالا و بلند برخوردار نیست و او آنچه را که در وعده های انتخاباتیش داده و میگه او را عملی نخواهد تانست، کسان دیگر پلان میگیرند؟ اگر اجازه بدین یک مورد هم اشاره بکن در دوره قبلی دونالد ترامپ، مثلا در روزهایی که نخست آقای ترامپ به قدرت رسیده بود در سال 2016، مکماستر مشاور امنیت ملی او بود، او گفت که باید نیروها بیشتر شود در افغانستان، او گفت ما با طالبان میجنگیم، گفت با پاکستان فشار را بیشتر میکنیم. اما وقتی شما میبینین مکماستر از مشاوریت امنیت ملی پس میشه و جان بولتن میآید، باز زمینه برای گفتگوها باز میشه، گپ سر خروج از افغانستان است و در نهایت توافقنامه صلح. با توجه به این موارد شما چی باورتان چی است؟ خود در او سالا و وقت دوره حکومت اول ترامپ که بود، امریکایی ها در افغانستان بودن، امریکایی ها کشته می شدن و این یک موضوع و سناریوی دیگر جدی و قوی تر و افغانستان در اولویت های پالیسی خارجی امریکا بودن. حال دیگر افغانستان نه در اولویت هستند، نه امریکایی ها در افغانستان دخیل هستند، نه یک ربط مستقیم به افغانستان داره. در حال حاضر درست است مسائل حقوق بشر و حقوق زن که از طرف کانگریس و پارلمانی یا سنای امریکا بعضی کانگریسمن ها صدایش بلند میکنه که موضوع زن هستند، موضوع دیگر هستند، لیکن با عرض کنیم که ترامپ در مورد امنیت بسیار فکر میکند و در حال حاضر ترامپ فکر میکند که بزرگترین خطر برای امنیت امریکا داعش هستند و در عین حال فکر میکند که طالبان، اگرچه حکومتشان امری طالبان امریکا رسمیت ندارد، لیکن در روابط هستند در مورد تروریسم و جنگ طالبان علیه داعش را اونا تقدیر میکنند، از اونا ستایش میکنند و همچنان با وجودی که در بعضی ارگان ها خبرهای القاعده میارد، لیکن در طالبان امریکا به این باور هستند که در حال حاضر ما کدام خطری جدی و بالقوه از طرف القاعده از زمین افغانستان احساس نمیکنیم. این چیزهایی هستند که برای ترامپ اولویت ها داره، ولی که ترامپ رئیس جمهور هستند، هر حرفش حرف آخر هستن، اونا میتوند که یعنی اونا متکمه مواد اتمی هم در اختیار رئیس جمهوری امریکا هستن. درست است که بعض از افرادی که مثلا فردی که در کانگریس هستن و رئیس کمیته خارجی هستن و بسیار روابط نزدیک با گروه های ضد طالبان دارد و همچنان حالی که گفته میشود فرد دیگری که به نام مشاور امنیت ملی استخدام میشود و در افغانستان جنگیده و امرای جمهوریت در وقت جمهوریت که افراد و امرای روابط دارد، لیکن این بمانه این نیست که اونا میتوند سری ترامپ و البته یک رای داره، یک برایشان احترام داده میشود، لیکن ترامپ در مجموع در فردی است که در مورد دلار و در مورد تجارت و در مورد در این چیزا بسیار صحبت میکند و خودشان میگه که ما نمیخوایم دیگه این جای در جنگ داخل باشن، پیسای ما با جنگ مصرف شود و حتی میگه که ما اگر ما افغانستان، درست است که اونا میگه که ما از افغانستان ما رئیس جمهور می بودیم به این طریقه از افغانستان نمی بردیم در
بگرا می ماندیم خو قصایی است که اگر ما می بودیم قصایی آینده نیست که پلانای آینده شان است ولیکن جالب نمیست که دیروز ما یکی از راپورهای بسیار مهم می خواندیم در این تمام راپور هیچ جایی در او گفته می شد که پالیسی امریکا چه خواهد بود در مورد اوکراین و سعودی عربستان و ایران لیکن در اونجا هیچ ما افغانستان نیافتیم یعنی در مورد افغانستان قصد قبلم کدام صحبت نشده نه در مبارزه انتخابی ترامپ نه از افرادی که نزدیک که ترامپ اصلا کمرای طالب چی می کند از این خاطر ما فکر می کنیم که این کدام تغییر و تبدیل جدی از طرف امریکا در حال حاضر ما پیش بینی کرده نمیتانیم بله. یک باور دیگه هم این است که خود ترامپ هم غیر قابل پیش بینی است ولی اگر افرادی که به عنوان وزیر خارجه او تعیین خواهد شد و افرادی شخصی که به عنوان مشاور امنیت ملی او تعیین خواهد شد نقش خواهد داشت در مورد دید دونالد ترامپ نسبت به افغانستان همونطوری که ما دو مشاور قبلی او را در حکومت قبلی در موردش گفتم به شما خوب اونا یک درست است که اونا میتوند که رایشان یا مشورایشان یا در وارد افغانستان که چیزی شنیده میشود یا چیز گفته میشود اونا یک برشان یک مشوره داده شدند لیکن یه فیصله کردن یا اینمی امر کردن که چی پالیسی باید باشه و در اختیاری ترامپ هستن و در حال حاضر بین امریکا و طالبان کدام موضوع جدی روی بحث نیستن روی میز نیستن که باید سر او پالیسی جور شود اگر در آینده کدام واقعه می شود کدام مسائل به وجود می آید یک واقعه رو نما می شود در او وقت شاید ترامپ یک تصمیم بگیرد لیکن در حال حاضر افغانستان در اولویت های ترامپ هم نیست نه در اولویت های مبارزه انتخابی ترامپ بود و نه در آینده افغانستان خواهد بود البته امکانی از هستن که شاید کمک هایی که افغانستان برای افغانستان میشه و شاید دیگه هم کاهش یابد تشکر میکنم سپاسگزار شما آقای هاشمی خوب همونطور که گفتیم برخی از موافقان امارت اسلامی باور چی است که ترامپ ممکن است سیاستش خوب بسازه در برابر افغانستان چون او در دوره قبلی عملگرا بوده و به هر حال گفتگوها را برای تأمین صلح میان امارت اسلامی و امریکا فراهم کرد و به نتیجه رسید باور مخالفانی است که ممکن است فشار وارد بکنه بالای امارت اسلامی اگر فشار وارد کنه آقای هاشمی امارت اسلامی چقدر توان داره برای مبارزه برای مقابله هدف فشار دیپلماتیک است خب حالا بعضی حکومت ها مدرسه فشارهای سیاسی است نه بحث نظامی آقای یوسفزای هم باورش بود که او طرفدار جنگ نیست به هر حال اینطور است که ما یک چیز باید در نظر بگیریم در مسائل انتخاباتی آمریکا در کمپین ترامپ افغانستان مطرح بود بار بار اونا از پایگاه بگرام یادآوری کرده بار بار گفته که ما آسیار از اوجه چه میکنیم اونا میفهم 80 میلیارد دلار ما اینجا تجهیزات عسکری ما مانده این گپا رو یاد کرده یعنی معنایش این است که در کمپین انتخاباتی امریکا بود چرا کمپین انتخاباتی امریکا دو سال قبل شروع شده تا حال اتمام رسیده یکی دوما ما باید این خاطر نشان بسازیم اینجا در معادن افغانستان یکی از اسباب اشغال افغانستان برای امریکا معادن افغانستان بود ما خودت ما دیدیم حدود 1.2 میلیارد دلار اینا به سروی معادن افغانستان کردن تا اینا افغانستان را سروی کرده اول در میدان که وقتی وجود داره که اینا اعلان کردن که افغانستان تقریبا 3 تا 4 تریلیون دلار معادن داره این بر امریکا یک گفتن مردم لعابریزی است ما خود ما سهل کنیم ترامپ یک شخص اقتصادی است یک تاجر است اونا برش دلار زیاد برش اهمیت داره از اینکه که امرای مردم در جنگ بشه و یکی دوما بر امریکا زیاد مهم است که افغانستان غیر منسلک بمانه بر امریکا یه یک چیزی حیاتی است که در این منطقه باید حکومتی که موجود باشه باید غیر منسلک باشه حداقل اولا اونا به این فکر هستن که باید زیر دست غرب باشه و این امکان نداره وقتی که این امکان نداره پس چی باید باشه باید غیر منسلک باشه امارت اسلامی افغانستان در طی 3 سال اخیری را بر دنیا ثابت ساخته که میخواد به شکل مستقلانه به شکل میزان توازن سیاسی منطقه عمل بکنه نه در طرف شرق باشه نه طرف غرب ما شما فکر کنیم از پاکستان به او طرف همراه غرب است از شمالی دولت‌های همسایه افغانستانی به طرف شرق است لذا افغانستان یک میزان یا سنگ ترازوی توازن سیاست منطقه شده میتواند در کدام حالت دو حالتی که غیر منسلک باشه این برای آمریکا هم مهم است این برای اروپا هم مهم است برای شرق و غرب هم مهم است پس این که است در این شک نیست که موضوع کمپاین مهم آمریکا است دو معنی جا نکات مهمی است که امارت اسلامی افغانستان نه تنها بر آمریکا حتی برای اروپا و برای هم حتی برای شرق را ثابت ساخته که امارت اسلامی افغانستان به این دعوای خود راست است به این دعوای خود عمل میکنه که اینجا یک سیاست
به اقتصاد محور میخواهد که جمعی کشورهای دنیا تعلقات خوب داشته باشد. ولی در گزارش ها باز چیزهای دیگر میبینیم. بازتاب میتونه در مورد حضور گروه های حرس افغان رابطه ها گزارش اخیر سیگر اگر مثلا شما خوانده باشین. گوش کو یک چیزی را ما باید واقعیت افغانستان درک کنیم. گوش کو یکی راپورهایی است که اینا ارائه میکنه به حدی تغییر داره در حقیقت، یعنی واقعیت ها را تغییر از این خاطر میدن که یک فشار روانی و سیاسی سر تو بیاره. بس من میگم اگر فشار بیاره، اگر فشار بیاره حقیقتش این است که ایجا آل در افغانستان ثابت شده که الحمدلله گروه های حراز افغانی که امریکا تمویل میکرد اونها از بین رفته، اما این مسائل فردی در تمام دنیا چه میده رخ میده. آمده می که تو چه رقم فشار میاره امریکا سر افغانستان، ده شک نیست که ابزار فشار واقعی خود امریکا در افغانستان از دست داده. حلقات جاسوسیشان، حلقاتی که همراهشان ایجا در افغانستان کار میکرد، اینا کل گل در خارج ششته، یا در امریکا ششته یا در اروپا ششته، از اونجا گپ میزنه، از اونجا میخواد کنفرانس بکنه. اونا یک حرکتیم در افغان داخل افغانستان نمیتونه. لذا به نظر من امریکا نه تنها که ای همراه افغانستان روابط خود حسنه میکنه، اگر حسنه نکنه حداقل همون روابطی که فلحال داره امور دوام میده. از این خاطر که میخواد بر افغانستان یک نوعی برای مردم خودی را ثابت بکنه که در افغانستان یک نوع حکومت مستقر است. آمده می که امارت اسلامی افغانستان وقتی که خواهش میکنه، امو ادعاات باطله که سیاسین امریکا میکنه که در افغانستان حراس افغانی است، در افغانستان امنیت نیست، در افغانستان یک گروهی حاکم است، اینا را امارت اسلامی افغانستان وقتی که برایشان دعوت میده، وقتی که برایشان میگه که ما یک تعلقات و روابط حسنه جمعی کشورها به ما فهم امریکا را داریم، لذا اینا گپ این سیاست مدارای امریکا نزد ملت امریکا درون ثابت میشه. سپاسگزار شما. آقا یوسف زای شما باورتان چیست؟ توانست امارت اسلامی هم توازن حفظ بکنه و برای ادامه این روند چی باید بکنه؟ خب توازن ها ما فکر نمی کنیم که حفظ شده باشه. توازن وقتی می شود که یک حکومت داشته باشیم که همراه امریکا روابط دیپلماتیک داشته باشد، همراه غرب روابط دیپلماتیک داشته باشد. در حال حاضر که افغانستان در یک انزوای مجموعی هستند، مردم افغانستان در انزوا هستند، حکومتشان در انزوا هستند. وقتی که انزوا باشد در اون وقت سوال از اون بسیار کم پیدا می شود که چطور توازن با توازن خب بسیار دور هستند. در وقت از اون زاویه باید دیده شود توازن وقتی با وجود بیاید که یک حکومت رسمیت داشته باشه. وقتی که حکومت رسمیت نداشته باشه توازن از کجا به دست بیاریم؟ از کجا اگر از یک طرف هر چی صدای خود بکنیم که ما توازن به وجود میاریم، لیکن در حال حاضر در قرن 2021 برای توازن جهان یک اصول است و اون اصول تا وقتی که طالبان یا امارت اسلامی یعنی عمل نکند این توازن به جای آمده نمیتواند. متاسفانه در این عدم توازن مردم افغانستان بسیار یعنی اونا آسیب میبیند، اقتصادشان از بین میره، سفرهایشان از بین میره، قیدات علیه طالبان هستند، پول از طرف بانک پرستاده شده نمیشتره و تجار افغان وقتی که یک جنس از جاپان میگیره یا از چین میگیره باید پولشان به غیر قانونی به دبی برود یا پاکستان برود، از اونجا پولشان داده شود. این مشکلات هستند و این ما فکر میکنیم که بهترین پالیسی برای طالبان هستند که هنوز هم طالبان چانس دارد که تغییر و تبدیل و اصلاحات جدی را که او اصلاحات تنا خواست جمعه بنمل نیست، مردم افغانستان هستند و همشون اکثریت طالبان اونا را خواستگار شده. اونا را که موجود بیارد بعد در او حالت ما میتونیم که در یک محور قرار داشته باشیم که سبب دلچسپی جمعه بنمل باشیم. در حال حاضر درست است که ترامپ موضوع افغانستان بحث میکرد، لیکن در موضوع افغانستان او تخریب میکرد حزب مخالفشان که شما به خوبی از افغانستان نبرامدید. خیلی حد در کمپین امریکا انتخابات امریکا بود، از این نبود که در آینده ما چی میکنیم و هیچ حرف نزده که در مورد افغانستان چی میکنیم، در مورد طالبان پالیسی ما چی خواهد بود. خیلی تشکر، ممنون شما. خواهی باشیم ثانیه وقت داریم اگر جمع بندی بکنیم. یکی خب من با این موافق نیستم که روابط حسنه نیست. ما هیئت اروپایی را تقریبا یک هفته پیش در کابل داشتیم، 16 فری برای اتحادیه اروپا تعیین شده بود. ما روابط هندوستان شاهد از این هفته هستیم که حتی کنسول افغانستان در اوج تعیین گردید. لذا به نظر ما صحیح است روند اعلانی که در بین اونا نمیتونن به حضور میدیا اعلان بکنن از خاطر که 20 سال اینجا به یک نام دروغینی جنگیدن، لذا اونا نمیتونن که ملت خود را به این قناعت بکنن. لذا در نظر ما انزوای سیاسی وجود نداره، رسمیت شناختنش به جلو میره، در این شک نیست که کند است. این هم
از خاطر مسائل داخلی افغانستان نیست، از خاطر مسائل داخلی آمریکا و اروپا است. بسیار تشکر آقای سید ذکر الله هاشمی آگاه مسائل سیاسی و آقای سمی یوسفزی آگاه مسائل سیاسی و خبرنگار آزاد، از حضور شما و از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. پایان فراخبر.